آسوشیتد پرس، اسدالله اسدی و سه همراهش در دادگاه بلژیک محاکمه شدند. وکیل جورج هنری بوتیه، ما اسناد غیر قابل انکاری داریم که نشان می‌دهد رژیم ایران از تهران دستور حمله را داده و مجوز مرگ هزاران نفر را صادر کرده است. یک دیپلمات رژیم ایران روز جمعه به خاطر طراحی یک حمله خنثی شده بمب‌گذاری علیه اپوزیسیون ایران در فرانسه محاکمه شد. او در روز آغاز محاکمه به اتهام تروریسم در دادگاه بلژیک حاضر نشد. بیش از دو سال پس از عملیات فرامرزی پلیس که این طرح را خنثی کرد، اسدالله اسدی و سه مظنون دیگر به اتهام تلاش قتل تروریستی و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی با حکم بین 5 تا 20 سال زندان مواجه هستند. دقایقی قبل از آغاز دادگاه در شهر آنتورپ، وکلای شاکیان و نمایندگان مجاهدین خلق اعلام کردند محمد جواد ظریف به اسدی که در بازداشت است دستور داده که در دادگاه حضور پیدا نکند. شاکیان اعتقاد دارند اسدی این طرح را به دستور بالاترین مقامات ایران تنظیم کرده است. جورج هنری بوتیه، وکیل دادگستری، گفت رژیم ایران توطئه چینی می کند، تهدید می کند و به حملات و اعدامها ادامه می دهد. ما اسناد غیر قابل انکاری داریم که نشان می دهد دولت ایران از تهران دستور داده و مجوز مرگ هزاران نفر را داده است. اسدی 48 ساله با بازرسان همکاری نکرده و همه اتهامات را رد می کند. وکلای شاکی استدلال می کنند که مسئولیت دیپلماتیک معادل معافیت از مجازات نیست. انتظار می رود تا پایان ماه آینده یا اوائل سال آینده میلادی حکمی صادر شود.